فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساقی شب و روز در هوای دل است. صفای دل خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم. بسم الله الرحمن الرحیم. چی باعث میشه انسان کاری را نکند و اگر کرد افت کنه؟ آیا به خاطر از دست رفتن اون انرژی اولیه، به خاطر جلوه کردن کارهای مهمتره، به خاطر ناتمامی مقدماته، یا به خاطر درگیری با دوستها و دشمنهاست؟ چی باعث میشه که انسان در کار میمونه؟ کجا انسان کارهاش رو ناتمام میذاره؟ این رو تحلیل کنید. علی میگه النهای النهایه، یعنی کار رو به سامان برسانید، کار را به پایان برسانید. یا انسان افت در انگیزه هاش هست، ضعف در انگیزه ها میاد. من با انگیزه قوی آغاز کردم، ولی قوت انگیزه به معنی استمرار این قوت نخواهد بود، چه بسا در جریان عمل افت کنم و از پا بیفتم. یا انگیزه من ضعفی نداره، کارهای جدیدی رو دیدم. من تا به حال یه کار تربیتی میکردم، حالا میبینم کارهای تحقیقی مهمه. کار تربیتی میکردم، میبینم کارهای اجرایی مهمه. این باعث میشه کار قبلیم رو به پایان نرسانم. گاهی هم نوع سوم قضیه است، من نیازها و مقدمات کارم رو انجام ندادم، میفهم این رو به سامان برسونم، این مقدماتی میخواد که فراهم نیست، اینجا افت میکنه، متوقف میکنه. و یا شکل چهارم کار، من موندنم به خاطر درگیری و مساهمت هایی است که با دوست یا با دشمن دارم، یعنی نمیتونم همراه های خودم، مهرهایی که باهاشون کار میکردم با هم هماهنگ بشیم، یا نمیتوانم در برابر طرح و برنامه دشمن و هجوم مستمر او نفوذهای او رو رصد کنم و طرحهای او رو پیشبینی کنم و در طرح گسترده تری اون طرح رو ملبوس کنم. گفتم میبینیم شیطان در طرح خدا مزاحم نیست، جزئی از طرح خدا به حساب خدا، مشکلی برای تو ایجاد نمی کنه. پس نهایت و سامان یافتن و پایان گرفتن کار، گذشته از مسائلی که در مرحله عمل بهش اشاره کردم، به این مجموعه احتیاج داره. افت انگیزه ها به وجود نیاد، چه بس انسان انگیزه های سالمی داشته، رفته رفته از پا در میاد، ارتداد جایگزین میشه، رجعت میاد، به تعبیر قرآن انتکاس میاد، عقبگرد میاد. آدمی که تا دیروز چیزی براش مهم نبود، حالا خیلی چیزا براش مهم میشه. حتما باید چلوارش این باشه، حتما باید شکلات بچهش اونجوری باشه، حتما باید چی باشه، حتما طبیعتا اینها رو نمیتونه حل کنه. من اینو بارها گفتم، دوستانی که از سر آمریکا رفتن گذشتند و ماندند و واقعا با فقر و فلاکت و دربدری و بدترین نوع زندگی تحمل کردن، بعدا می‌بینیم که به خاطر مسائل عادی زندگیشون و اینکه خانواده اعتراض میکنه، بچه‌ها پفک خاصی رو میخوان، شکلات خاصی رو میخوان، به این فکر افتاده که بره ژاپن، تا یه مقدار اندوخته پیدا کنه. این از چه چیزی خبر میده؟ و افراد کاری ندارم، اما بحث در خود این مسئله است. این تحلیل رو باید من کجا گیر کردم، چی کم شده تو ذهنیت من، چه مشکلی پیدا کردم؟ منی که دیروز الاتش بچه‌هام رو می‌شیدم و از حسین دست نمی‌کشیدم، امروز از پفک اونها نمی‌دونم، از شکلاتشون، نون چایی اونها، نوع خواسته ها و توقع ها و تمناهای اونها، من از حسین، از ولی، اون هم در سخت‌ترین موقعیتی که اونها به من احتیاج دارن، از اونها جدا می‌کنی. به این فکر کنی
چی باعث میشه انسانی که کاری رو آغاز کرده رها میکنه و دنبال نمیکنه؟ چی شده؟ اگر دیدی از کاری که داشتی به کار دیگری مشغول شدی، یک، و اگر دیدی از کاری که داشتی به تهیه مقدمات رو آوردی بدون در مسیری، وگرنه هر نوع بازگشت به روزمرگی، هر نوع انحراف و ارتداد و ارتجایی رو که پیدا کنی با اساس تفکر تو در ستیز، با ذهنیت تو یا با نیت تو یا با نوع نگاه تو در تعارض خواهد. مگر اینکه تو اگر یک کاری رو میگیری متحیزن علاقه طالب، این تعبیری هست که اگر پشت به یه عده میکنی به یه عده دیگه رو بیاری، نه اینکه رها کنی بری تو غار بنشینی بالای کوههای مدینه در انتظار رسول باشی. نیست، پشت به جنگ، فرار از ضعفه. نمیشه همینطوری خودمونو گول بزنیم بریم. من اگر از کاری به کاری مشغول شدم پیش ولیم حجت دارم، ولی اگر از کاری به مقدمات اون کار رو نیاوردم و یا به کار اولا و اهمی رو نیاوردم، به روزمرگی پرداختم، دارم درد کتمو میدوزم، شکلات فرزندم نمیگم اینا بدن، اینا مستحبم هستن، خیلی هم خوبن، ولی برای کی؟ برای کسی که اون گام ها رو اول برداشته. اینجور خزیدن ننگه. من گاهی به قربت اولیا گفتم فکر میکرد انسان گاهی رسول رو میدید که در کوچه های مکه با خدیجه و علی همراهه، خیلی غریبانه حرکت میکنه. گاهی هم رسول رو انسان میبینه در بسترش در مدینه با علی و فاطمه همراه. کدوم قربت سنگید؟ قربت رسول خدا در اول امید یارانی رو داره که تو یک جنگ 70 تاشون آسمان ها رو پر کردن. بعد قربت رسول در آخر جز علی و فاطمه براش نمونه. او کار خودشو میکنه رسول. یکی کافی مثل علی، یک کوثر کافی مثل فاطمه که بار رو تا به امروز و فرداها بکشونه. چی باعث میشه انسان کاری را نکند و اگر کرد افت کنه؟ آیا به خاطر از دست رفتن اون انرژی اولیه؟ به خاطر جلوه کردن کارهای مهمتره؟ به خاطر ناتمامی مقدمات؟ یا به خاطر درگیری با دوستها و دشمنها؟ تو نمیتونی با همکارات کنار بیایی، این حلم را نداری. که گفتم عبودیت عنصر حلم رو و عنصر احسان رو به وجود میاره. دعای شب 21 این جمله هست: اللهم اقسم لی حلما یسد عنی باب الجهل. ما باید یه چنین توانی رو پیدا کنیم که بدونیم با اونهایی که بد کردن خوب تا کنیم. گفتم اونقدر سرشار بشیم که بتونیم یه صددنی من رو تو مصدد کن لأن اعاره و من غشتنی به نوز. اون حد سرشار بشمم که با کسی که با من بد برخورد کرده، به من خیانت کرده، دلسوز باشم. بتونه انسان تو این حد سرشار باشه، احسان کنه، حلیم باشه. ما نه حلم در برابر دوست داریم، نه ترد در برابر دشمن. این تقوا در میاییم، در کار میمانیم. ناتمامی ما در کارها به خاطر این هستش، نه در خود ما عنصر صداد و احسان و حلم شکل گرفته. مصدق نیستیم، محسن نیستیم، حلیم نیستیم، و نه در بینش ما وسعتی آمده که برای طرح دشمن، برای نفوذ دشمن، برای کارهای او برنامه هایی رو داشته باشیم و اهل حل و عقد باشیم. گرهی که او میزند باز کنیم و گرهی را که باز میکند ببندیم. نه در بینش ما این طرح هست و نه در سینه ما این وسعت و انشراح. این بحث بحث نهایت عمل بود که چه کنیم که عمل به تمامیت خودش برسه، چه کنیم که به روزمرگی ها بر نگردیم، از ضعف دوست برآشفته نشویم، از طرح دشمن و فراست دشمن ذلیل نشویم. وضع این عالم بر این بوده که شیطان در طرح خدا مزاحم نبوده، شهوات در طرح او مزاحم نبودن. هجوم هایی که بر اساس این شیطنت ها و این شهوات یا این جلوه های از دنیا هست و زینت های دنیا هست هیچ وقت مزاحم نخواهد بود. مرحله بعد مرحله استقامته، که حالا انسان کار رو میخواد به پایان برسونه. گفتم انحراف ها اعوجاج ها شکل میگیرن،
این اعوجاج ها هم در نیت انسان هستند. به تعبیر رسول خدا در ایمان، در قلب و در لسان، در این هر سه هستند. و استقامت در این هر سه مرحله مطرحه. چه کنیم که این مرحله از استقامت رو هم طی کنیم؟ من این بیان رو از حضرت رسول می کنم، بعدم به این تیکه های دیگه ای که راجع به استقامت گفتگو شده برمیگردم ببینم که چی میشه. حالا قال الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این تحمل قدر رو نداریم ما، در برابر اندازه ها و قضاء خدا ضعیف میشیم. چی شد اینجور شد؟ چرا اینجور شد؟ این بحثی بود قبلا راجع به اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدره، که انسان این مطمئن به نعمت هاست، طبیعتا آرامشش محدوده، چون نعمت ها تحول دارن، مستمر زیر و رو میشن، هم در انسان تحول هست هم در جهان. این تحول حول و احوال، این تحول در طبیعت و انسان باعث میشه که انسان به نعمت ها نتواند آرام بود. اما اگر به قدر تو مطمئن بشوی، اندازه ها تو رو مطمئن بکنن، اون موقع نعمت باشد شاکری، نباشد صابری. دیگه آفت تحول راهزن نعمت های تو نیست، مشکل تحول نعمت ها رو نداری، یا با پای صبر حرکت میکنی یا با پای شوق، مشکلی نداری. ولی یه مشکل دیگه میاد برای اونهایی که باز مطمئن به قدر هستن، بعد راه و مسافت راه رو در نظر دارند و این فشار دوری راه و سختی هدف در پیش هستی. گفتم مردان راه فریادشون در میاد که آه من قلت زاد و بعد طریق. اشاره کرده بودم که ما در سلوک دو تا خوف هست، یه خوف از جزاء معصوم، این خوف رو نداره، یه خوف از مقصد. تو مجموعه امکاناتی که بدون اسیان هم بودی، هیچ معصیتی هم نداشتی، هیچ تقصیر و افراط و تفریطی هم نداشتی، مجموعه امکاناتی که تو به کار گرفتی نسبت به مقصد تو چیزی نیست. من رو سیر گفتگو بحث عملو تمام کردیم تقریبا، بحث نهایت هم با این مختصری که عرض کردم تقریبا تمام شد. این جریان مربوط به مبحث استقامته. استقامت ارتباط داره با مارقین، با ناکسین، و ارتباط داره با مبتدعین، و بدعت هم ارتباط داره با مسئله تحول، با مسئله زمان، با مسئله مکان، با نوع نگاهی که ما خیلی ها پیدا کردیم که دین رو دوره‌ای میدانیم. بحث این نیست که ما میدانیم خدا هست، اثبات خدا مطرح نیست، افتقار الالله مطرحه. همطور که من مباحث دیگر هم اشاره کردم، گفتم انتظار از مذهب مطرح نیست، اضطرار به مذهب مطرحه. من گاهی میدانم خدا هست، خب باشه، من با این خدایی که میدانم هست هیچ کاری ندارم، ولی یه موقع احتمال میدم خدا باشه، حتی احتمال میدم. من گاهی میدونم آب هست ولی تشنه نیستم، ولی گاهی احتمال میدم آب هست، در 10 کیلومتری میدوم. پس اون چی که منو به حرکت وادار میکنه اثبات وجود نیست، افتقار به این وجود. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، این افتقاره که اساس تعقل حرکت آدم. و تا این افتقار شکل نگیره مسئله بعدی به وجود نمیاد. اگر این افتقار اومد، این اضطرار اومد، تو کتاب رو میخوای، روش رسول رو میخوای، یعنی تو دنبال میگردی. بلکه نیست که اونها زمانی بوده. گفتم در دنیای متحول روابط ثابت وجود داره که خاصگاه علمه. دیگه تو عنصر تحول مسئله نمیشه که برای دوره‌ای کنه دین رو، بگی مربوط به دوره فئودالیته یا دوره بورژوازی یا دوره مثلا بهمان یا دوره بیساره. این دوره بندی ها یا دوره تحققی یا مثلا دوره تعقلی و توهمی مربوط به دوره تحققی نیست. اون تقسیم بندی های سگانه که مطرح شده یا تقسیم بندی هایی که نظام های الحادی مارسی شکل گرفته با این تحلیلی که تو میخوای از عنصر تحول داشته باشی کاملا متفاوت هستن. اون معنا نه تنها بدعت را راه گشاست که اساس دین رو برباد میدهد. تو نمیتوانی دین رو در دنیایی که تمام روابطش رو متحول میبینی به معنای امر ثابتی حتی معقول بدانی. ممکنه به عنوان یه سنت مفیدش بدانی، ولی به عنوان یه دین نمیتونی به روی بیاری، نمیتونی لااقل این مجموعه را بپذیری، نؤمن و به بعض و نکفر رو به بعض نشین. اینو اساس حرفی که باید بهش تأمل کرد. پس این معنا رو اگر تحول تو باور کردی،
این معنا از دوره ها رو تو پذیرفتی، نه تنها بدعت ها، قیاس، برهان، استحسان و تمامی انعوجاج ها و انحراف ها و چه مذهبی پیدا میکنه به خورت تو داده میشه، نه تنها این خواهد بود، اساس دین بر باد خواهد داد. چه ضرورتی داره دیگه؟ تو این مجموعه از کلام امیرالمومنین به این مجموعه توجه کنید، یعنی ربط استقامت با مروق، ربط استقامت با بدعت و نوع برخوردی که امیرالمومنین با این مجموعه، با حلال و محمد حلال و الی یوم القیامه و حرام و حرام و الی یوم، این خیلی لطیف و شیرینه. من حالا همشش از مستمرا نتونم بگم، ولی مرور میکنم، ما بقیرم خودتون انشاءالله تطمیم میشون کنیم. قد قلتم ربنا الله، این انتخاب رو کردی، فستقیمو، نمیتونی این خدا رو که گرفتی رهاش کنی، تو دلت بگذاریش. این خدا فریضه داره، روش داره، کتب علیکم، این فرائض او رو تو باید به دنبال باشی، ببینی چی خواست از تو، چگونه خواست تو زندگی کنی، چگونه نگاه کنی. من این رو بارها گفتم، این مسئله که دین حد اقله یا مذهب حد اقله، این مسئله ایش با قدر انسان باید همه مشکلاتش رو حل کنه. اگه آدمی 70 ساله به دین به هیچ وجه احتیاج نداری، حتی نه به خاطر امن باطنی، اون چیزی که آدمی میتونه با ذهن هم به دستش بیاره، مشکلی نداره. اگر علم میتواند جایگزین دین بشود، اونجا هم عرفان میتواند جایگزین باشد، هیچ مشکلی نداره. قبرها هم فلسفه میتواند جایگزین بشه. حقیقه نکنیم، مسئله رو روشن تمام کنیم. اگر انسان در همین حد احتیاج داره، اون حد رو میتواند برداره. اما اگر انسان در قدر گسترده تری، ارتباط های پیچیده تری قرار گرفت، این قدر، این ارتباط و اون استمرار ضرورت وحی رو مطرح میکنه. و این وحی در حس تو چگونه نگاه کنم، خوب دقت کنم، در وهم تو، در تخیل تو، بر تفکر تو، بر تعقل تو باید تأثیر بگذاره. حتی بر نوشیدن، یعنی ببینید تجربی ترین اموری که تو حوزه علوم قرار میگیره، میگیرد. اینجا دیگه علم نمیتونه به تو بگه چی بخور، چی بیاشام. چون این علم میتونه خواص در این لحظه بررسی کنه و ارزیابی کنه. نه با توجه به ارتباط های محتمل و یا استمرار محتمل تو. حتی محتمل تو رو اگر در نظر بگیریم، از حوزه علوم تجربی بیرون خواهد رفت. اینجا جایی نیست که مذهب رو حداقل کنیم یا حد اکثر کنیم. حداقل کردن مذهب با نفی مذهب در اینجا مساوی است. گفتم راه دادن به این تفکر هم بدعت را باز می‌کند، هم اساس دین را بر باد خواهد داد. خوب دقت کنید این بیان رو. لقد قلتم ربنا الله فاستقیموا علی کتابه و علی منهاج امره. این نکته خیلی مهمی هست. حتی در مواردی که امر او مطرح است، گفتم این تو بحث باز دوستان اشاره کردیم، از ما میخوان فافعلوا ما تؤمرون، عمل به امر را از ما خواستن. حجم مأمور و به رو توجه نکنید، عظمت آمر را در نظر بگیرید. بنی اسرائیل وقتی که موسی از اونها میخواد از مجموعه شون یه بقره یه گاو بکشن، یعنی تتخذونا هزوا، و موسی از این به خدا پناه میبرد، نه اینکه این مسخره کردن جهل باشد، نه، این نوع نگاه نگاه جاهلان است. و موسی میگه اعوذ بالله نکن من الجاهل. تو بخواهی عظمت عمل را با حجم عمل مشخص کنی، نه با تعلق عمل. اما اگر تو به این مرحله رسیدی که کاری به مأموریت نداری، توجه به امر داری، به تو گفتن تو شکاف کوف وایسا، نمیدونم این کار کوچیکو بکن، تو به عظمت عامر توجه میکنی نه به حجم امر یا حجم مأموریت. قلتم ربنا الله فاستقیموا علی کتابه، یک، و علی منهاج امره و علی طریقت صالحت من عبادته. این هم بحث عبودیته. ثم لا تمرقوا منها، مروق، استقامت با پیوندش با مارقی اینجا مشخص میشه. دوم، لا تبتدعوا فیها، بدعت نگذارید، ولا تخالفوا عنها، روش های دیگر رو حتی نگاه های تطبیقی رو به این جریان ملصق نکنید. فان اهل المروق منقطع بهم عند الله یوم القیامه، کسانی که به این حد از خروج میرسن راهی به حضور حق ندارن، منقطع به هستن، یعنی پیوندهاشون بریده و در حضور خدا رزقی ندارن. به عکس شهدا که میگیم این در ربهم مرزوق، اونها مرزوقن در حضور خدا. اینها ان المروق منقطع بهم، لأن أهل المروب منقطع بهم عند الله يوم القيامة.
ثم ایاکم و تهذیع الاخلاق و تصریف هم ربط با نفاق پیدا میکنیم که زبانها و حالتهاتون رو ثبات بهش بدید، ندارید به چرخه. من بارها اینو گفتم، دو جور شخصیت داریم، یه شخصیت ثابت، حالا یا مؤمن یا کافر، و یه شخصیت متحبب. منافق به اندازه شرایطی که درش قرار میگیره ثبات نداره. منافق مثل آبه، به شکل ظرفی که درش قرار میگیره شخصیت او رو، ظروف او، شرایط او مشخص میکنه. حضرت میگن بپرهیزید که این گونه باشید. اخلاق شما و زبان شما با شرایط گردش کنند، مبانی ثابت را از دست ندهید. ثم ایاکم و تهذیع الاخلاق و تصریفها وجعل اللسان واحدا وليخزن الرجل لسانه. آدمی باید زبانش رو انبار کنه، اندوخته داشته باشه. من دوستی داشتم میگفتم این تا چیزی رو ببینه مستقیما به زبانش راه پیدا میکنه. مثلا داریم میریم یه عکس در دیوارن مد، به هر چیزی که چشمش میخوره اینجا مخزنی نداره که این مجموعه رو در اونجا جمع‌بندی کنه بعد حالا ازش انتخاب کنه به من بده یا نده. ولی بعضی وقتا این آدم یه خزینه هایی داره، انبارهایی داره. حضرت میگن وليخزن الرجل لسانه، آدمی باید لسان خودش رو خزینه کنه، جمع کنه. فان هذا اللسان جموح به صاحبه. این زبان مثل اسب سرکشیه که تو وقتی سوار او بشی دیگه مالک او نخواهی. جموح به صاحبه، او رو به زمین میاندازد. بیان حضرت خیلی صمیمیه. من نمیدونم تا چه حد به لطافت های این زبان آشنایی و با زبان آشنایی داری. والله ما ارا عبدن یتقی تقوا تنفعه حتی یخزون لسانه. حضرت میگن به خدا قسم من ندیدم هیچ بنده ای را، عبد تأمل کنی، هیچ بنده ای را که متقی باشد و اطاعت کند و اطاعتش به نفع او باشد و برای او کارساز باشد تا به این مرحله برسد که زبانش را بیندوزد، خزینه پیدا کند. واقعا آدم بیه مثل همین امشب امیرالمومنین دارن هم. مؤمن دلش جلوتر از زبانش، یعنی اندازه میگیره، حساب میکنه، از خزینه مصرف میکنه. ولی منافق از شرایط مصرف. درست شد؟ این تحلیل تمامه. اون از خزینه ای که داره حساب میکنه از کجا برداره، کجا بگذاره. از خزینش جلوتر از، یعنی اول انبار کرده بعد مصرف میکنه. این نه مستقیما از تولید به مصرف، زود مصرف میکنه. بعد اینی که کنترل نشده، آفتها شناسایی نشده، نمیفهمه چه بسا حرفی میزند که به زیان اوست. دقت کنید، لان المؤمن اذا اراد ان يتكلم بكلام تدبره في نفسه، بررسی میکنه. فان كان خيرا ابدا و ان كان شرا وارا. اگر خوب باشه آشکارش میکنه و اگر نه میپوشانه. ولی کن ان المنافق يتكلم بما اتى على لسانه، هر چی که بدمش بدن میدن. بعد اشاره به بیان از حضرت رسول میکنن که سه قسم استقامت رو مثلا، استقامت در ایمان گرایش ها، استقامت در قلب نیت ها، و استقامت در زبان و نیش ها و گفتار. به تعبیر ما خب طبیعی که اون گرایش های انسان بر انگیزه های او و انگیزه هاش بر اعمالش تأثیر داشته. حضرت یه تأثیر متقابلی رو هم اشاره می کنن. میگن مادامی که زبان به استقامت نرسد دل به استقامت نمی رسد، و مادامی که دل به استقامت نرسد ایمان مستقیم نیست. یعنی دو جریان مرتبط با هم رو داریم، هم ایمان نیت عمل، هم عمل نیت ایمان باید مرتبط با هم. این هم طبیعیه که هر کدوم شکر مستضاد می کنه. اون حرفی بود پریشب هم زدم، جوری رفتار کنیم که از اعمالتون بهره بگیرید، مدد بگیرید، استمداد بگیرید. خود کارتون به شما انرژی از دست رفتتون بده. اگر میبینید افت میکنید و کم میارید، این کمبودها کاشف از یه شکافی که در یه جای پیدا شده داره انرژی میرد، به قول ما برق میدوزه. این باشه روشن شد سه نوع استقامت هم. من قبلا هم به این دو نوع استقامت دیگه اشاره کرده بودم، یه استقامت علی امر استقم کما امرت، یکی استقامت بر مسیر قالو ربون الله ثم استقام. یکی اینکه حرفایی رو که یافته
مبانی رو که رفته روش ایستادگی کنه و مبتلا به بدعت، به مروق، به فتنه نشه، مبتلا به نفاق نشه، مبتلا به شرائط نشه، این تعبیرها روابطش قابل تأمل هستن. پس یه استقامت بر مبانیه، یه استقامت بر تکالیفه. قالوا ربنا الله ثم استقاموا مبناست. استقامت بر تکالیف هم فاستقم کما امرت، از تو میخوان استقامت کنی ولی نه هر گونه، به اندازه امری که به تو شده تو ثبات پیدا کنی. یعنی انگیزه استقامت تو امر حق باشد. اینجا خلوص نیت رو میکنه. پس لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. مؤمن در مسیر منعها و رخصتهاش به ثباتی رسیده. این گونه نیست که به لحظه ها و شرایط متفاوت وضعیت خودش رو متفاوت کنه. اون چی که به وجود آوردن دیگران، انما احدث الناس به معنی حادثه ها هست یا به معنی بدعت ها و کارهای جدیدی که دیگران گذاشتن، اینا برای شما چیزی رو تغییر نخواهد داد. انما احدث الناس لا یحل لكم شیئا مما حرم علیکم. یعنی حوادث جدید محرمات سابق را محلل نمی کنن. فقط جربتم الامور و ذرستموها. دقت کنید، حضرت میگن کسانی که به این بدعت‌ها رو آوردن و از این احدوثه‌ها تحول مستمر رو برای خودشون نگه داشتن و به بدعت رسیدن، فقط جربتم الامور، تجربه کردید و ذرستموها، با دندانهاتون اندازه سنگینیش رو چشیدید، جویدید حوادث رو و تجربه کردید و وعظتم به من کان قبلکم، و عبرت هم گرفتید، تجربه و عبرت هر دو رو داشتید، و ضربت لکم الامثال، از تاریخ هم بهره گرفتید. پس هم تجربه بوده، هم عبرت بوده، هم سیره به حادثه بوده. در این فضا شما رو به اون چه که روشن هست دعوت کردن. فلا یسم عن ذلک الا اسم، ترها گوش نمیدهن و کورها نمیبینن. ولا یعما عنه الا اعما، و من لم ینفعه الله بالبلاء و تجارب، کسی که نه از بلا و نه از تجربه و عبرت بهره نگیرد، لم ینتفع به شیء من الاذى، از موعظه ها هم بهره نخواهد گرفت و بهره من نخواهد شد. بحث قبل این جمله هایی که براتون خواندم مربوط به مواعظ قرآن بوده. حضرت میگه حتی از پندهای قرآن بهره من نخواهد شد، از روبرو گرفتار میشه. خوب دقت کنید، تعبیر خیلی لطیفه. و اتاه و نقص من امامه، از روبرو گرفتار گرفتاری ها میشه، کم میآورد. حتی یعرف ما انکر، تا اون تا حدی که تحول در آگاهی هاش هم شکل میگیره. اونی که بد میدید رفته رفته معروف میشه براش، و یونکر ما عرف، چیزی که قبلا شناخته بود براش منکر میشه. فان الناس رجلان، دقت کنید، متبع شرعتا و مبتدع بدعتا. آدما دو دسته هستند، اونهایی که با شرع همراهن و اونهایی که به بدعت ها رو آوردن. این کسی که به بدعت رو میاره دنبال دلیل و استحسان نگرده، بحث استحسان و استدلال نیست، بحث خواهش ها و خواسته های اوست. تا این مقدار از بیان امیرالمومنین بحث استقامت رو مطرح کرد. استقامت بر مبانی، استقامت بر تکالیف، استقامت در ایمان، استقامت در قلب، استقامت در عمل. چرا زبان رو میگن؟ زبان آخرین عضویه که کنترل میشه. این خیلی لطیفه. زبان و گوش سرکشترین اعضا و جوارح آدمی هستن، همینطور که وهم و تخیل هم سرکشترین جوانه آدمی هستن. ای کرمت خست دلان را شفا، آینه دل ز تو دارد صفا، ای تو صفای دل دل زادگان، ای کرمت چاره بیچارگان، خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهود، بسته و درمانده و آواره هست، چاره من ساز که بیچاره هم، چاره من ساز که بیچاره هم.
چاره من ساز که بیچاره، چاره من ساز.